مازن تویی؟ تو اینجا چی کار میکنی؟ چجوری اومده تو؟ هرچی در زدم در رو بانه میکنی. گفتم شاید جایی رفتی از دیوار پریدم اومدم تو. تو مثلا نگهبانی؟ دل خوشی داره فریدون خونهشو سپرده دست تو مثلا نگهبانی بدی؟ دیشب خوب نخوابیدم، برای همین بیهوش شدم. هر شب که اینجوری نیستم. چی شد تو یهو برگشتی؟ حرفات مغزمو مشغول کرده. حرفم؟ کدوم حرفم؟ حرفات راجب شکستن با قصد و غرض شیشه حیات خلوت فریدون و تلامله های زنش. نصف شب شوخیت گرفته؟ نه جدی گفتم، اگه شوخی بود نصف شب از دیوار مردم نمیمدم بالا. چطور ما امشب ماجرای دزدی رو گفتیم؟ تو داشتی ما رو تیکه پاره میکردی، حالا رفتی برگشتی نظر عوض شد؟ روزگار آقا اومد، زمونه زمونه نظر آدم رو عوض میکنه. آره والا بعد زمونه ای شده. ببینم الان میشه شروع کرد؟ آتیشت هم که تونده. آره آخه دارن آتیش هم میزنن. ببینم تو میدونی تله های زنه الان کجای خونه هست؟ نه بابا اصلا معلوم نیست اینجا گذاشته باشه، شاید به خودش برده باشه. چرت و پرت گفتی امشب؟ خب اگه طلاق هم نباشه چیز میزه گرون، قیمت تو اینجور خونه ها زیاده. پس بریم. صبر کن بابا، فکر اینم مکانیکیه؟ نه داداش این دزدیه، حساب کتاب داره. مردش هستی یا نه منو علاف نکن. امشب نمیشه، باید وانت داشته باشیم. چیز قیمتی اون تو زیاده ولی خیلی هاش سنگینن، تو جیبم جا نمیشن. په حرف علکی زدی سر شب ها؟ بشین اگه مردش هستی بهت بگم نقشه چیه. فردا صبح بریم وانت منوشگاه میشه امانت میگیریم، بعدش هم میریم یه مالخر پیدا میکنیم. اصلا شاید خود منوش یه مالخر مطمئن بشناسه. اول باید چاه رو بکنیم بعد منا رو بدزدیم. همه این کارا رو که کردیم نصف شب فردا عملیات شروع میشه. اول جنسای گرون قیمت رو بار میزنیم، بعدم تو منو میگیری یک کتک مفصل میزنی، خونی مالی میکنی، دستمالم هم میبندی، بعد میپری تو بانت فلنگو میبندی میری کجا؟ پیش مالخره. مامورا که رسیدن میگن آقا این دزده چه شکلی بود؟ منم یه قیافه ای براشون میکشم که اصلا شکل تو نباشه. حالا فهمیدی داداش دزدی حساب کتاب داره. من نمیدم این لاکردار همه بمب از کجا میاره. خوشی میگی داداش؟ هستی یا نه؟ آره. آموش کن! آی جون دوستن این بالا شهری ها. پاشو داداش، پاشو این چراغ خاموش کن، پاشو. نگفتی چی شد برگشتی؟ فکر کردم دیدم همین الان وقتشه که پول داشتی. خوب فکر کردی رفیق، آفرین به فکرت. میگم بریم بیرون یه موقع اگه بمبم زدن شیشه ها نریزه رو سر و صورتمون. نه ترس داداش، بمباراشونو بلدن. طرفای خونه من و تو میان پایین. صدام که با فریدون امسال فریدون جنگ نداره. موسن نره، شاید عمل نکرده بشه.
چرا قوه داری؟ چرا آره یه جای مخفیه. آره لابد انباری منباری چیزیه، حتما به تو هم راه داره. بده من این چراغ، برو تو، بده من، برو. موزه باش. چیه؟ چه خبر اون تو؟ هیچی معلوم نی. بیا بیا این چراغ بگی بزنم. بیا ظلماته. برو مموزه، مموزه برو. باشه به یه همه مال و منار طرف قاچاق چیه؟ حسین همه اینا زیرخاکیه. وای عتیقه بارو، این بر عتیقه، اون بر عتیقه، همه بر عتیقه. نگاه کن حسین، این یکی از همه شون عتیقه تره. وای خدا، پولدار شدی؟ مادرم یه گردن بند داره لنگه یه همین خورشیدار روشه. موشک صدام این دفعه عجب جایی خورد. بجم بازم الان همه میرزن تو. بجم الان چی کار کنیم؟ بجم هرچی این تنقلات میتونی بردا فلنگو ببندیم. خریت نکن همایون، پلیس میگیرتمون. ده بره همین میگم بجام که مامورا سر نرسن دیگه. تو این محل نگهبانی، همه اهل محل میدونن، به پلیس لو میدن و وقت آخر عمر بعد از دست قانون فرار کنی. پس چیکار کنم؟ نگاه، همه اینا به قول معروف بالقوه پوله، همه رو دو دستی بدیم دست مامورا. ببین حسین یه فکری، تو هر چی چیز میزه ریزه ورداره برو. مثلا نگاه، همه طلا جواهره، هر چی میتونی بریز جیب در رو. بیا چه جوری درم؟ مگه نمیشنوی مردم جلو درم؟ بابا برو پشت یه درخت قایم شما، میرم درو وا میکنم، ملت میریزن میان این تو دیگه. بعد تو یواشکی پشت درخت بیا بیرون، قاطی ملت شو. کی تو رو میشناسه؟ یکم امداد رسانی کن بعدم جیم شو. نمی
نمیشه. بابا چی نمیشه؟ ما تو چرا انقدر میدرسی؟ ببین خدای موشک رو عدل انداخته رو این انباری که به من و تو حال بده. واسه منو نگاه، اگه این فرصت از دست بدی بدبختی من و خودت و مادرت و خواهرت همه دیگه گردن خودته. دیگه خدا بی تقصیره. بیا بذار جیبت بیا بابا، اینو بده به من، اینو ولش کن، این هم گنده است، هم بی ارزشه. بده اینو میخوام. خیلی خوب، بیا بذار جیبت بیا. دست تو بده. سب کن، چرا خاموش کنه؟ آقا چرا میکنی؟ کجا میای؟ تورید نیست؟ سالمی آقا؟ آره، از دیوار مردم هست. چی میای بلا؟ سلام. سلام، خوبی؟ شما خوبم. طوریتون نشده؟ نه خدا رو شکر خوبم، فقط یه کوچولو موج انفجار گرفتم. موشک بوده یا بم؟ ها؟ نمیدونم والا. حالا کجا خورده؟ اینجا. بیا تو، بیا. اینجا خورده. دستم به دستم آقا. از مستظر بشیم، ما در موقعیت هست. اون وقت میگن سر بیگناه بالای دار نمیره. اگه بیگناه باشی نمیره، نه ترس خبی. آخه شما چرا این حرف رو میزنیم؟ من اگه خبر داشتم، اگه قاچاقچی بودم که با نمیستادم ملت بریزن تو بگیرنم، خب در میرفتم. من اصلا کلن جماعت قاچاقچی بدم میاد. گفتی صابخونه رفته شمال، کجای شمال؟ فریدون کنار. آدرس دقیق؟ آدرس دقیق ندارم بالا، من فقط یه شماره تلفن ازش دارم که هر روز زنگ میزنم گزارش میدم اینجا همه چی امن امانه. شمارش چنده؟ شمارش نیستم ولی بله شمارشو دارم. این شمارش خدمت شما. برادر لطیفی، برادر لطیفی، برادر لطیفی. بله حاجی. آدرس این شماره تلفن رو پیدا کن تو فریدون کناره. چشم حاجی. بگو همین امشب نیابت قضایی بگیرن آقای رو افسار رو جلب کنن بفرستن تهران. آره والا بگیرین این خدا بی خبره رو بندازین پشت میله. دزدای بی شرف، ملت پی دفاع از خاکشونن، اون وقت اینا زدن به زیرخاکی های این ملت.
نگاه معلومه همش تلاست. اموال این ملت رو به تاراج میبرن نامردا. خب برادر اگه اجازه بدی من مرخص شم. کجا؟ من برم خونمون دیگه. مگه شما نگهبان اینجا نیستی؟ آقا اینا مربوط به بیت الماله، مأمور دولت هم باید نگهبانش باشه، ما چی کاره ایم؟ شما فعلا مهمون مایی، یه امشب و بعد میگذرونی به خرج بیت المال تا آقای روح‌افزا بیاد توضیح بده. اگه حرفای شما رو تایید کرد و گفتم دستش نیستی، انشالله ما رو حلال میکنی و میری سر خونه زندگیت. شما چرا هنوز نخوابیدی اکرم خانم؟ اصلا خوابم نبرد. بازم سردرد داری؟ اونو که همیشه دارم. فکر و خیال مریمه که نمیذاره بخوابم. اونطور که مریم میگفت شما از همه چی خبر داشتی؟ پس اونی که نمیذاره بخوابین امید و آرزوه. فکر و خیال مال من بیخبره. کدوم مادریه که آرزو کنه دامادش از خودش پیرتر باشه؟ اگه خوشت نیمده بعدت هم نیمده ماما، وگرنه باش نمیرفتی عروسی، وگرنه همون موقعی که فهمیدی انوش چه خیالاتی داره منو باخبر میکردی. مریم نذاشت. این روزا خیلی به هم زوره مادر جون، خواستم بهت بگم قشقرقی به پا کرد که نکو. بعدم گفت زندگی خودمه، به هیچ کسم ربطی نداره. یه چیزی میخوام بهت بگم ولی به مریم نگو که بهت گفتم. چند روز پیش زهرا خانم اومد اینجا اجازه بگیره تا با پسرش بیان خواستگاری مریم. واسه غلام روزاشون؟ آره، میگفت چند روز دیگه میخواد بیاد مرخصی و میخوان تا وقتی که اینجاست بله رو از مریم بگیرن. انگار خیلی وقت مریم رو زیر سر گذاشتن. ولی وقتی که مریم فهمید قیل و قالی به پا کرد که نگو. بعدم گفت اگه واسه خواستگاری راشون بدی کاری میکنم که از هرچی مریم نام بعدشون بیاد. درستش میکنم مامان. من نمیدونم مریم قسمت غلام رضا هست یا نه، اما نصیب انوش نمیشه، یعنی نمیذارم که بشه. نگفتی چی کار داشتی تو زیر زمین؟ هیچی، میخواستم قهر کنم با هاتون دیگه شبا این تو بخوابم. باشو بریم تو.
مامان گردنبند داشتی پلاک روش خورشید بود. خب گفتی بیبی سر عقد داده بداره. آره. خب اون وقت خود بیبی ها که گرفته بود؟ مادرش. این گردنبند نسل در نسل از مادر به دختر میرسه. پس عتیقه هست؟ نمیدونم، ولی مادر و مادر بزرگم دربارش خیلی حکایت ها برام گفتن. چه حکایتی؟ مثلا بیبی میگفت از مادر بزرگ شنیده که از گردی وسط اون خورشید میشه روزگارای بعد و دید. یعنی آینده رو؟ آره، میگفت هر پره دور اون خورشید یک سال نشون میده. یعنی 24 تا پرش 24 سال بعد و با آدم ها نشون میده. عجب، چه جاله؟ من که میگم همش علیکی. بچه که بودم مینشستم یه ریز ظلم میزدم بهش اونقدر که اشک از چشام در میومد، ولی دو روز بعدم توش ندیدم، چه برسه به 24 سال بعد. حالا واسه چی تو این سوالا رو از من میپرسی؟ چی شده یاد گردنبند من افتادی؟ آخه یه چند وقتی میبینم گردنت نی؟ خب قفلش خراب شده بود، از ترس اینکه گم بشه گذاشتمش گوشه کمد. ترسیدم این موقع به خاطر بیپولی فروخته باشیش. نه، من هیچ وقت اونو نمیفروشم. خدا بیامرز بیبیت وقتی سر سفره عقد اونو انداخت گردنم، گفت اگه از بیپولی به گداییم افتادین نباید اینو بفروشین، چون نحسیش گریبان خودت و خانوادت رو تا آخر عمر میگیره. پس ایشالله شما هم سر عقد میندازیش گردن مریم. آره، ولی امیدوارم اونی که سر سفره عقد میشین هنوش نباشه. نترس ماما، من نمیذارم مریم به قیمت بدبخت کردن خودش ما رو خوشبخت کنه. بهت قول میدم. بریم بخوابیم قربونت برم. بریم. چشم، شما برو، منم الان میام. محسن خوشو خوشو، لنگ زوره، چقدر میخوابی؟ من دیگه پامو تو گاراژ این مرتی که نمیذارم. جهنم، اینقدر نرو تا بهش محتاجتر بشیم. باشه همایون دم دره. همایون؟ چی شد؟ لو رفتیم آسه. چه جوری؟ ببخشدش، گرفتنم زیر مشت لگت، بعد شکنجم کردن. منم موقع رو اومدم تو رو لو دادم. بچه رو ولت کردم. ولم نکردم، اومدن تو رو بگیرن، گفتم بابا تو محل آبرو داری، وایسن سر خیابون، من خودم ببرم تحویلت بدم. خاک بر سرت همایون، بدبختمون کرد. چرا داداش؟ دلت میاد رفیق به این باحالی خاک تو سرش بشه؟ نه ترس بابا، همه چی ردیفه. خیلی خری همایون. جلت تو نگاه باز. سلام علیکم. سلام. سلام داداش. سلام، کجا بودی؟ رفتم شیر بگیرم. دو رج از این دیوارم بردار. راست راستی خریا. آره قبول دارم، شو خرکی بود باور. خب حالا مثل آدم حرف بزن ببینم چی شد. هیچی دیگه، فریدونو گرفته هنون، هم گفت بابا این بدبخ اصلا خبر نداشته، من از ناآگاهیش تو استفاده کردم، اونم ازم حلالیت خواستن ولم کرد. خب کسی نفهمید عتیقه حاکمه؟ نه بابا، تازه اگه میفهمیدنم میگفتم لابد همونا که ریختن تو حیاطه پشتم شعار میدادن اونا دزدیدن دیگه. حالا بپر لباس بپوش، یه تیکه از اون عتیقه هم بیار به پول نزدیکش کنیم. کجا ببریم مگه؟ تو کسی رو میشناسی که عتیقه بخره؟
من یه خلافکار میشناسم، اونم همون منوش گامیشه. ولی منوش ترمینال خلافه، به همه رقم خلافکار وصله. من میگم یه خود صبر کنیم آبا از آسیا بیفته بعد. بابا ماست تو چرا ترسو شدی؟ اتفاقا این جنسا رو باید سریع رد کنیم بره که آثار جور پیشمون نباشه. دورج از آجرهای این دیوار رو بردار تا من لباس بپوشم بیام. هرچی خلاف سنگینه من از گردن من. آقا تلایی هم به وقتش میاد. کجا گذاشتی بقیه‌شو؟ زیر زمین تو تنور بخاری. داره میاد اما دو نفر. اب نداره، ما هم سه نفر. کودکی دیروز بسط نبود؟ حسن زیر پاکی تو جیبه دقا دقا مبارا همون زی پولیس بازی بشه قطری. نه بستم نبود، اومدم باقیشو نوشه جون کنم. به زنش هستی؟ حسن جان نشون همین منصور خان هم که دیروز باجی زد خورد کردی؟ فقط زد، خوردش جا افتاد. اومدم بدهیمو بدم رفیقت. بی خیال داداش، دعوای دیروزه که امروز دادم و نمیدم. تو اومده تون اخراجم کرد. مثل آدم حرف بزن. آدم جلوم وای نستاد آخه. سلام آقا محسن. رسیدم به قرار آقا نامرزا. ممنون. مشکلی هست برده؟ به شما ربط نداره. به ما ربط نداره آقا محسن؟ داره غلام رزا جان، اتفاقا به هر ستاتون ربط داره. نه آقا غلامرضا، یه مطلبیه بین من و ایشون، منتها نمیدونم چرا این دوتا قلچم آقا با خودش آورده. برو برادر، اول که محل بی صاحب نیست، دومم دوره لاتبازی گذشته. آره والا، زور تو بازو تو بیبر از مملکت دفاع کن. لعنت بر شیطون کن و برو، شر بپا نکن واسه خودت. من چیزی نگفتم از دعوای دیروزمون به هنوز. لابود سروش گفته. بابت دیروز شهروندم. من خودم هم دیگه گاراژ نمیرم. حرفات راست بود، ولی بد جوری گفتیشون. اما دمت گرم، دمت گرم که گفتی تا حساب دستم بیاد. اصول پرمه باریکلا آقا محسن. باریکلا به شما آقا غلام بزن. از جبهه میای؟ بله. آقا دمتون گرم، شما واقعا افتخار این محلی. محسن جان بریم دیگه، دیر شد. آقا فعلا با اجازه، قبل از رفتن خونه ما میایین دیگه. والا چشم، حتما
به زهرا خانم سلام برسونین، سر را در مغازه سه تا آمنارم بکنین، به خواهرم بگین مهمون منی. ممنون، فعلا خدا حافظ. خدا حافظ. خدا حافظ. خدا حافظ. داداش مریم خانم دیاره؟ آره بابا، همه چی که حله، حله که ما میگی میترسم نشه. آخه کجا میخوای بری؟ هر جا، هر جایی که از دست تو رد شد. خدا دست بردار، برو کنار. میام نمیرم. ببینی فرضی فرضی رو که اصلا نمیذارم. تو غلط میکنی، بدونی بری اگه بذارم. بل کن منوچ، بذار برم، دست سرم بردار. بابا دیگه تموم، دیگه کار خلاف از من نمیبینی. دروغ که حناق نیست گیر کنه تو گلون. بابا دروغ هم چیه، دیگه دور کار خلاف رو خط کشیدم، به جان همین فرزین که راست میگم. همین فرزین قراره چی بشه؟ فرده دست چپ و راستش که بشناسه راه میفته دنبالت میشه بردستت، پشت لبش هم که سبز شه اوستا و خلافکاریه بهت دست میده. راست میگی، حق با توه. بذار برم منوچ، تو درست بشو نیستی. هستم، شدم، درست شدم مری. بیا، رفقاتم اومدن دنبالت. غلط کردن، خودت برو ردشون کن برن تا باورت بشه درست شدم. برو بهشون بگو شوهر من دیگه گذاشت کنار خلافا، دیگه راست راست یه ران دوبانته. به پاشو دیگه، اصلا برو هر جهت دهنت در میاد بهشون بگو از طرف من. سلام. سلام آبجی. سلام. سلام آبجی، بخشین آقا منو چه هست؟ بله، همدم خانم خوبن آقا همایون؟ قربون شما خوبن، سلام دارم خدمتون. سلام ما هم برسونید، الان میگم منو چه بیاد. پاشو همایونه، پسر همدم خانم. چی کار داره؟ بگو بره بعدم بیا. لابد بار داره میخواد ببره جایی، مگه نمیگی میخوای درست بشی؟ اینم یه کار درست، پاشو برو دیگه. چشم، شما فقط قول به دهت پیشم نمیری، رو جفت چشم. برده بود بابایی. سلام منو، چوبی؟ سلام علیکم. سلام آمان، چه زحمت داشتم برات. اختیار داری، چه زحمتی، ما کارمون اینه. حالا چی هست بارتون؟ بارمون؟ مگه دنبال بانت نیومدیم؟ نه، راست شو خواهی یه آدرس میخواستم ازت. چه آدرسی؟ آدرس یه کسی که زیر خاکی بخره. شیرینی شما محفوظه؟ حتما اصلا بریم ببینیم تو وانت من جا میشه یا نه. خانوم، ما داریم میریم بیرون، زودی برمیگردیم. چیزی از بیرون نمیخوای؟ نه مامان. جانم باشی، لب من چرکیه. قربونت بره مامان، پاشو بریم تو پسرم. پاشو پسرم. پیدا کردین، خریدین یا دزدیدین؟ پیدا کردیم. کجا؟ با 20 ساله میپرسی چیکارن کاراش داری تو؟ اوضاع خیلی خرابه این روزا، رو عتیقه جات بدجوری گیر میدن مامورا. یو بابت دو تیکه کاسه کوزه خاکی بهت انگ ضد انقلاب میچسونه یه راست، خودت میفرستن تیر خاکی. ما نیستی. خب شما نباش آقا منوچ، شما آدرس یه آدم این کارا رو به ما بده، شیرینی تو بگی. حرفا میزنی، من نباشم طرف اصلا با تو حرف نمیزنه.
حالا چی هست؟ آه یه دستبنده. بله موسی دستبنده. مشکله؟ همین. یه چی؟ دیگه همین دیگه دستبنده بیم. چقدرش به ما میرسه؟ حالا تو بذار ببینیم چقدر میخرن؟ هر چقدر خریدن یک از پنجش دهم ماست. اوه چه خبره؟ قبوله. زیاده همایون. نه دیگه به این مصر آقا منوش هم داره خطر میکنه دیگه. قبول آقا قبوله. مبارکه. حالا که قبوله همین الان با هم بیریم پیشش. فقط قربون دستتون دو نفر اینجا باشه من نفسم میگیره یکی تو میبره بره آقا. چشم چشم اصلا جفتم هم میریم آقا. برو مصر بره آقا. عیب نداره سر همین یکی فقط سهم میبره با یارو که آشنا بشیم اینو میذاریمش کنار جنساره که به سلامتی بفروشیم یه مغازه میخریم یه مکانیکی توپ را میندازیم آدم هم با میسم کنار دستت فوری کار یاد میگیرم گرچه تو خودت هم هنوز مکانیک نیستی پنج آقا سوپ خانم آماده است. مصیب جون یه وقت تو زحمت نیفتی ما نهار نمیمونیم. کامران چرا این به تو میگه مصیب؟ تو محله قدیمیمون به این اسم میشناختنم. مصیب که بهت بیشتر میاد. مصیبت زده ای دیگه. مصیبت. خلوت کنید. 70,000 تومان بده به این رفقات بی سر و صدا ردشون کن برن. یادت باشه رفتم پشت سرم در رو چف کنی زنم در بره ما هم تا آخرم باید در بریم. تو مصیب و رفقای مصیب تا آخر عمرتون باید فرار کنید مگه اینکه یه زن همینطوری برام پیدا کنید. پول اینا رو هم بده ردشون کن برن. چشم. 70,000 تومان آخرشه؟ 10,000 تومان بیشتر از آخرش. آخرش بیشتر از این حرف هست. جنس رو بده ردشون کن برن. Ah!
نایب جون. آقا کامران یه پارتی بازی بکن یارو بی خیال ما نشه. 500 تا بیشتر بده. آخر مات جون تو. فعلا که رفیقت گذاشت رفت. ای بابا تو چرا نشستی؟ ببر برون خورد چنگی رو بگیر بیار دیگه.